بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. یک کارمند رادیوی محلی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به قتل رسیده است. مقام های محلی گفتند که این فرد محمد محسن هاشمی نام دارد و جسد او شب گذشته در نزدیکی خانش در روستای خارج دره ولسوالی نجراب در یک چاه دریافت شده است. در همین حال نهادهای خبرنگاری قتل این فرد در ولایت کاپیسا را به شدت نکوهش کردند. آقای هاشمی کارمند بخش تکنیکی رادیو بوده، اما بر بنیاد خبرنامه نی او چند برنامه تفریحی را نیز اجرا میکرده است. اکادمی پلیس در کابل از 2000 نفر اشتراک کننده آزمون کانکور گرفت. قرار است از میان این افراد 200 نفر برای یک دوره 4 ساله به اکادمی پلیس معرفی شوند و 20 نفر آنان برای ادامه آموزش به ترکیه فرستاده خواهند شد. در سال روان خورشیدی اکادمی پلیس افغانستان 1100 نفر را جذب میکند و از میان آن 500 نفر برای آموزش به ترکیه فرستاده میشوند، اما در آزمون امروز کابل بانوان جوان حضور نداشتند. 19 جنگجوی طالب در نتیجه یک رشته عملیات در کشور کشته شدند. وزارت داخله در خبرنامه می نویسد که این افراد از اثر چند عملیات مشترک نیروهای افغانستان در جریان 24 ساعت گذشته در بخش های از ولایت های ننگرهار، کاپیسا، بغلان، کندوز، جوزجان، کندهار، زابل، لوگر، غزنی، پکتیا و هلمند کشته شدند. در این عملیات یک شورشی طالب زخمی و 13 طالب دیگر از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند. 8 پلیس محافظت عامه در نتیجه یک انفجار در ولایت هرات کشته شدند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات به تلویزیون یک گفت ساعت 10 صبح امروز یک موتور رنجر نیروهای پلیس محافظت عامه در ولسوالی چشتین ولایت با یک ماین هدایت شونده از راه دور برخورد کرده که از اثر آن 8 سرباز پلیس محافظت عامه کشته شدند. در همین حال 4 پلیس در نتیجه یک درگیری در ولایت فرا کشته شدند. دلجان خاکرزوال عامر امنیت فرماندهی پلیس فرا به تلویزیون یک گفت جنگجویان طالب شب گذشته بر یک پاسگاه امنیتی در روستای شیوان ولسوالی بالابلوک این ولایت حمله کردند که از اثر آن 4 پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او در این درگیری 3 شورشی طالب نیز زخمی شدند. و نوری مالکی نخست وزیر عراق در نشست خبری بمبگذاری های روز گذشته این کشور را به شدت نکوهش کرده و گفته است که این حمله ها به دستور کشورهای بیگانه صورت گرفته است، اما او از کشور مشخص نام نبرده است. مقام های پلیس عراق میگویند که حمله های روز گذشته از شمار مرگبارترین حمله ها پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 میلادی بوده است. این بمبگذاری ها روز گذشته در بغداد و بصره بیشتر از 60 کشته بر جای گذاشت. تا اکنون فرد و یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است. این بود خبرها. تا این ساعت سپاسگزارم از همراهیتان.